شاگردان در حالی که روی چوکی های صنف خود نشستند، با هیجان آلوبالوهایی را شمار می کنند که معلم برای تخته سیاه ترسیم کرده است. گروه داعش از من خواست که تدریس کنم، اما من کاملا رد کردم. پس تا کنون به خانه بودم و صرف طفلهای خودم را درس می دادم و در مزرعه خود کار می کردم. احلام که معنای آن به زبان عربی رویا یا خواب است، نام معلم آنهاست که در نهایت پس از سالها دوری و حاکمیت قوانین تندروان در این شهر شرقی سوریه و صنف محبوبش بازگشته است. احساس میکردم که درس و تعلیم ختم شده، یک نسل کامل و آیندهشان گم شده. آموزش و درس از بین رفته بود، حقوقشان از آنها گرفته شده بود. اما به لطف خدا از زمان بازگشت رژیم حداقل شاگردان ما درس میخوانند. محمد الراغب که 13 ساله است با خجالت اعتراف میکند که نمیداند چگونه بخواند یا بنویسد، زیرا سالهاست که تحت کنترل داعش دور از مکتب بوده است. وقتی که تروریست ها آمدند ما را نگذاشتند که مکتب برویم. از وقتی که مکتب دوباره باز شده کوشش میکنیم برویم. امینه 23 ساله برای رسیدن به مکتب بیش از 130 کیلومتر فاصله را تا به غرب شهر رقه سفر می کند. شهر وی که به پایتخت خلافت خود ساخته تندروان داعش تبدیل شده بود، در ماه اکتبر توسط سربازان سوری به حمایت ایالات متحده علیه نیروهای سوری تحت حمایت روسیه دوباره پس گرفته شد. زمان دشواری بود. اکثر اوقات من سعی میکردم که رقه را ترک کنم، اما وضعیت خیلی سخت بود. ما با مشکلات و معجزه آسا آنجا را ترک گفتیم. طبق گزارش اداره تعلیم و تربیه شهر دیرالزور، جنگ در منطقه به معنای آن بود که حدود 200 هزار شاگرد برای مدت 5 سال بدون آموزش باقی بمانند و حدود 5 هزار معلم شغل خود را از دست بدهند. اکنون آن اداره می گوید که ده ها مکتب مجدداً فعال شده و حدود 45 هزار شاگرد به مکاتب بازگشتند. حدود 6 هزار محصل نیز در حال تحصیل در دانشگاه فراد در دیرالزور مرکز این ولایتند. لیلا محبی بزیمی، تلویزیون آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.